با عرض سلام مجدد. خب ویندوز نصب شد، حالا ویندوز جدید. دقت کنید ما اینجا دوچار اشتباه نشید، دو نوع نصب ویندوز داشتیم. یکی که داشت یه جوری تنظیم کردم که هم ویندوز XP داشته باشه هم ویندوز 7 که این حالته، یکی هم که کلا نصب ویندوز برای اینکه ببینید به صورت ورچوال شده. حالا بعد از نصب ویندوز دقت کنید، من میرم درایو مای کامپیوترم. من اگه یادتون باشه درایو سیم ویندوز چی داشتم؟ XP. اومدم روی ویندوز 7 رو تو اینجا نصب کردم. ببینید حجمش چقدر شد. بعد از اینکه فایل‌ها رو کپی می‌کنه، اکسپند می‌کنه، نصب می‌کنه، هارد من یادتون باشه حدود 20 تا بود. الان حدود 9 تاش پر شده. یعنی بعد از خود ویندوز 7 دقت کنید، وقتی میگیم که 15 تا بیشتر باشه، خودش حدود 9 گیگابایت جا میگیره برای نصبش. حالا یه سری امکانات دیگه نصب بشه دیگه 15 تا رو پر میکنه. پس حداقل دارم میگم، الان خودم کم انتخاب کردم، حداقل دوره برای 25 30 تا 30 تا انتخاب کنید که فردا برنامه‌های دیگه نصب کنید، وردی، ویروسی یا چیزای مختلف چیه، بعدن به مشکل بر نخورید. خب اما ببینید، من با کامپیوترم باز کردم، شاید متوجه این درایو های قرمز رنگ میشید. اینا چی هن؟ اینا نشون میده که این درایو های من از نظر ظرفیت پر شدن. ببین پایینم هر درایوی رو انتخاب میکنی پایینم نشون میده، میگه که اسپیس یوز ارزم بزرگ شما که 97 گیگابایت، فری اسپیسش 1 گیگابایت فقط جا داره و به صورت انتیفی سمت. اینم بیت لاکر که بعدن کار میکنیم برای از نظر سیستم امنیتی که میتونید تنظیم کنید. خب پس این قرمز ها متوجه باشید که یعنی درایوتون پره از نظر ظرفیت. به هر حال اینو میبندم. پس بعد از نصب ویندوز 7 دقت کنید، خب نکاتی که میگم، اولین کاری که میکنید میرید استارت کامپیوتر، کلیک راست، پراپرتیز، ببینید که آیا ویندوزتون اکتیویت شده یا نشده. برید تو سیستمتون، حتما یه فایلی هست اونو بزنید تا این اکتیویت، وگرنه تو اینترنت اینا میدید بعدن براتون دردسر ایجاد میشه، مشکلاتی رو. یعنی این آرم جینیون که یعنی اورجینال اصل بودن این ویندوز رو نشون بده باید بیاد. حالا مشخصات کامپیوترتون هم اینجا هست، رمتون مثلا 2 گیگ، ویندوز اپراتینگ سیستمی که نصب کردید 32 بیتی اینجا نشون داده، اگه ویندوز لپتاپ اینا باشه اینجا مثلا 64 بیتی معمولا، بعد ویندوز هوم پروفشنال سرور اینجا هستش و تغییرات و تنظیمات دیگه که حالا بعداً می‌بینید. قسمت بعدی نصب درایور هاست. گفتم میرید اینجا دوباره مای کامپیوتر، کلیک راست، پراپرتیز، چیه دیوایس منیجر، قسمت اینجا سمت دیوایس منیجر. این الان همه درایور های من قشنگ مشخص نصب شده دیگه، علامت زردی، علامت سوالی چیزی وجود نداره. حتی کارت گرافیکی من نگاه کنید دیگه درست نصب شده، یعنی به صورت استاندارد نیست. الان اون گزینه هایی که میگفتم نگاه کنید، من الان برم روی دسکتاپ، ببینید حالا به حالت شیشه‌ای در اومد این صفحه من، دسکتاپمون نشون داد. اینا از اون خاصیت هایی چی بود؟ اینجا گفتم کلیک راست تاسک بار، کلیک راست پراپرتیز، ایریو الان فعاله، ببینید ایریو پیک الان فعاله و این باعث میشه که چون کارت گرافیکی من درست نشده، نگاه کنید الان روی این سمت راست، دقت کنید سمت راست اینجا رو دارم میگم، نگردارم اشارهگرمو، ببینید کلیک کنم کلا مینیمایز میشه، میام پایین، کلیک کردم مینیمایز، ولی وقتی یه بار دیگه کلیک کنم برمیگردن. اما من یه لحظه میخوام دسکتاپمو ببینم مثلا فرض کنید ساعت چنده اینا. چرا؟ چون الان نگاه کنید شما میتونید یک گجت کلیک راست بعدن اینا رو کار میکنیم، یه سری از گجت ها رو مثلا ساعتمو بذارم روی دسکتاپ باشه، دوبار میزنم ساعت اونجا هست، خب اینا داره کار میکنه 8 خوردی. من الان این پنجره ها بالاست، خب من ساعتمو نمیبینم، ساعت اون بالا دیده نمیشه. میتونم چیکار کنم؟ بیام روی این نگاه کنید شو دسکتاپ، الان ساعتو دقیقاً نشون میده، بس به صورت شیشه‌ای در آورد. یکی از مزایای خوب ویندوز 7 همین یکی که دارید میبینید، یعنی پنجره های شما رو به صورت چیکار میکنه؟ شیشه‌ای در میاد. الان صد داشکالتون رو نگاه کنید به صورت شیشه‌ای، لیوان خالیه. حالا من یه بار دیگه میام، ببینید قشنگ دسکتاپ منو نشون میده. حالا نگاه کنید اینجا، من اینجا الان روی اینا نگه میدارم، قبلا اینطوری نبود چون فعال نبود. ببینید اینا رو قشنگ نشون میده من الان کدوم صفحه هستم. ببینید هر کدوم از این صفحاتی که بازه، من الان مثلا اینم باز کنم، اینجا نگاه کنید، هر کدوم از اینا رو من الان نگه میدارم قشنگ نشون میده. این الان روی این کدوم دیوایس منیجره، این الان برم لایبرری مو داره نشون میده.
روش که نگه دارم اون صفحه رو بقیه رو شیشه ای کرد، نگاه کنید پشت رو بقیه رو شیشه ای کرد، این صفحه رو آوردی روش نگه داشتم ما کلیک نکردم، کلیک کنم این صفحه فعال میشه جلو. اما الان من میرم روی دیوایس منیجر، میبینید روش نگه دارم اول اون صفحه رو میاره، چی روش کلیک کنم میتونم حتی میرم که از اینجا میتونم چیکار کنم صفحه رو ببندم. پس یکی از مزایای خوب ویندوز 7 همین دسترسی به این شمایلی هایی که میتونید داشته باشید، حتی روی اینا کلیک راست کنید از همینجا ببندید، بزرگ و کوچیک کنید، یا روشون کلیک کنید رو صفحه فعال باشه، و یا حتی میتونید از همینجا ببندید این صفحه ها رو، هر کدومش خواستید ببندید از همینجا کنترل داره. خب بس اینم میبندم ساعت ها که بره. بس الان یکی از خوبیایی که وجود داره درایور نصب شده اینه. بس من اینجا یه بار دیگه کلیک راست پراپرتیز دیوایس منیجر، می‌بینید که همه اینها نصب شده. اگر نصب نشده بود کافی بود چیکار کنید؟ روش کلیک راست آپدیت درایور رو بزنید و نصب کنید. بسیار خوب. بعد از اون نصب برنامه‌ها بشینید برنامه‌هاتون رو نصب کنید، مثلا مول پروگرام هر قسمتی برنامه‌ای که اصلا الان ویروسیا بامو نصب کردم، قسمت‌های مختلف همه اینها رو نصب کردید، خیالتون راحت شد یه ویندوز تمیز نصب کردید، برید چیکار کنید؟ بکاپ بگیرید، که الان قسمت بکاپ گیری رو میتونید